به نام الله مهرورز مهرگستر و عرض سلام خدمت شما عزیزان بیننده. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله متعال را خواهانم که هر جای این کره خاکی که هستید اوقات و لحظات خوب و خوشی داشته باشید و در پناه الهی باشید و الله به ما و شما توفیق اینو بده که به هر آنچه که خیر و صلاح دنیا و آخرتمون در اونه در اون مسیر حرکت بکنیم و ما را به سوی خیر دنیا و آخرتمون رهنمون بشه. در حقیقت نعمتهایی که الله متعال به ما عنایت کرده و نعمتهایی که زن بیننده ما در اختیار داریم بسیار زیاد هست و نعمتها و الطاف بیشماری ما رو در بر گرفته، آنگونه که الله متعال میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما بخواهید نعمتهای الله رو بشمارید، نعمتهای الله رو به شمارش در بیارید نمیتونید، چرا که نعمتهای الهی که ما رو در بر گرفته و ما در اختیار داریم بسیار بسیار زیاد است. اما طبیعت آدمی اینه که به آنچه که داره نمی اندیشه، بلکه خیلی وقتها به آنچه که نداره، به نداشته ها فکر میکنه که من اینو ندارم و اونو ندارم و همیشه آه و ناله و شکایت و گله میکنه از نداشته هایی که نداره. اما به داشته هایی که خداوند متعال بهش داده و نعمت هایی که در اختیار داره چه بسا کم بیاندیشه و فکر کردن به داشته ها، به اون چه که الله متعال به ما در اختیار ما قرار داده، اون نعمت هایی که ما لمسشون میکنیم و در اختیار ما هست و از اونا استفاده میکنیم، در واقع باعث خواهد شد که ما شکر این نعمتها را به جا بیاریم و اینکه حق این نعمتها را آنگونه که هست و آنگونه که الله متعال به ما سفارش کرده و راه را به ما نشون داده، حق آنها را به جا بیاریم و در جهت رضایت الهی در واقع از این نعمتها استفاده کنیم، چرا که شکر نعمت در حقیقت یعنی استفاده از اون در جهت رضایت صاحب نعمت. و یکی از بزرگترین این نعمت‌ها ازان بیننده، یا بگیم بزرگترین نعمتی که الله متعال به ما عنایت فرموده، نعمت ایمان هست و نعمت هدایت و اسلامی که ما الحمدلله مسلمان هستیم و پیرو کتاب الهی هستیم و رسول الله صلی الله علیه وسلم را الگوی خودمان می‌دانیم و الله راه هدایت رو که راه سعادت دنیا و آخرته به ما رو رهنمون کرده و ما رو جزو امت اسلام در واقع قرار داده و این خیلی نعمت بزرگی است که انسان باید قدردان اون باشه. نعمت ایمان، نعمت توحید و نعمت اسلام و نعمت هدایت که این نعمت هم از جانب الله متعال است، این هم لطف و اکرام الله متعال در حق ماست. در واقع ما در سوره قصص ازان بیننده به در واقع به جایی رسیدیم، یا به اینجا رسیدیم که انسانی که خداوند متعال به اون نعمت میده و حالا این نعمت میتونه مال باشه، میتونه پست و مقامی باشه، میتونه جایگاه و منصبی باشه، میتونه قدرت و نیرو و موهبت و استعداد خاصی باشه که الله متعال در واقع در اختیار یک بنده خودش قرار میده و همه نعمتهایی که الله متعال به ما میده وسیله آزمایش و امتحان برای ماست و اینکه ما قرار نیست برای همیشه در این دنیا بمونیم و اینکه این نعمتها قرار نیست برای همیشه در اختیار ما باشن، چرا که ما خودمان قرار نیست برای همیشه در اینجا بمونیم. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، هر آنچه که بروی این هستی هست و در این زمین هست عمری کوتاه و محدود دارد و قرار نیست برای همیشه پایدار بمونه و برای همیشه باقی بمونه و مستثنا نیست از این نعمتهایی که ما در اختیار داریم و الله متعال به ما میده در واقع. اما اونهایی که صاحب نعمت رو فراموش میکنن، خالق رو
از یاد میبرند و اینکه چه کسی این نعمتها را به ما داده و چه کسی این نعمتها را در اختیار ما قرار داده، بلکه الله متعال را فراموش میکنند و خالق و آفریدگار و صاحب این نعمتها را از یاد میبرند، دچار غرور و تکبر میشند و این نعمت ها را چه بسا خودشون را لایق این نعمت ها بدونند و زرنگی خودشون، استعداد خودشون، علم و معلومات خودشون رو باعث در واقع در اختیار گرفتن یا در اختیار داشتن این نعمت ها بدونند، همان گونه که قارون به معلومات و علم خودش مغرور شد و اینکه انما اوتیته على علم عندي، من با علم خودم، با معلومات خودم، با زرنگی خودم و با استعدادی که دارم تونستم این مالو به دست بیارم. و این رو یعنی دچار نوعی منیت و خود بزرگ بینی و تکبر شدن. و هر اون چه که ایزان بیننده انسان در واقع دل به اون ببنده و خودشو در گرو اون بدونه و الله متعال رو علیاذ بالله حذف بکنه، یعنی تصور اینو داشته باشه که این مال مال منه، من خودم به دست آوردم، پس من هر کاری دلم میخواهد با این مال انجام میدم، اگر شده که حق دیگران را ضایع کنم، حقی که الله متعال برای دیگران قرار داده در این مال در نظر نگیره و اینکه از چه راهی اونو به دست بیاره و کجا باید اونو خرج بکنه اینو در نظر نگیره و چه بسا این مال رو وسیله ای برای فساد و تباهی بر روی زمین قرار بده، وسیله ای باشه این ماه برای این مال برای اینکه در روی زمین فساد ایجاد بکنه و علیاذ بالله چه بسا به جنگ با خدا، به جنگ با پیامبران الهی بره و به جنگ با هدایتی که خداوند متعال آورده بره. و چقدر سنگین هست که انسان، حالا اونی که چه بسا خودش گناه میکنه، در خلوت خودش حالا میره جایی و گناهی رو مرتکب میشه، چه بسا این گناه وزر اون به خودش برگرده، خودش به تنهایی مسئول این گناهش باشه، یا اینکه عواقب اون گریبانگیرش اون شخص به تنهایی بشه. اما کسی رو در نظر بگیریم ازان بیننده که گناه رو مالش و دارایی که داره با اون مال و با اون دارایی در جهت نشر گناه، در جهت فراهم کردن زمینه گناه برای دیگران، در جهت نشر فساد در جامعه، در جهت نشر فحشا در جامعه، در جهت نشر افکار الهادی، افکار ضد دینی و شبهات در جامعه، اون چیزی که دین و ایمان و عقیده دیگران را به خطر میندازه، در این مسیر قدم برداره. و در حقیقت این انسان چه گناه سنگینی رو به دوش میکشه، چقدر گناهان رو داره برای خودش جن میکنه. اونی که به تنهایی خودش یک گناهی مرتکب میشه، حالا در خلوت خودش یا حالا به هر نوع گناهی که شخصا فقط مال خودش هست، اون سنگینی اون گناه رو فقط خودش به دوش میکشه. اما کسی که وسیله و ابزار میشه برای اینکه دیگران گناه کنند، یعنی مکانی رو برای فساد ایجاد میکنه که باعث فساد دیگران میشه، هر فسادی که دیگران انجام میدن در واقع تا قیام قیامت گناهش به پای اون نوشته میشه. و چه بسا انسانهایی میمیرند و از این دنیا میرند اما گناهانشون هنوز، آثار گناهانشون و در واقع گناه برای اونها در ترازوی اعمالشون نوشته میشه. اون از دنیا رفته، دستش از دنیا کوتاه شده، در این دنیا قرار نداره، اما گناه هی داره برای اون نوشته میشه حتی بعد از مرگش. و بدا به حال انسانی که میمیره اما گناهانش نمیمیرند.
چرا که وسیله گناه، وسیله فحشا و ابزار انحراف رو برای دیگران فراهم کرده، در این دنیا به جا گذاشته و بعد اونو از دنیا میره. اما اون انحرافی که ایجاد کرده، حالا چه انحراف عقیدتی و فکری در اذهان دیگران باشه، چه نشر فساد و فحشا باشه، چه یک رویه و یک سنت و یک روش بدی باشه که دیگران دنبال روی اون باشن، اون از دنیا میره، اما دیگران بعد از مرگش هم این کار گناه رو، این کار زشت رو، این انحراف رو ادامه میدن و این در به پرونده اعمال اون هم میره. پس چه بسا انسان از دنیا بره اما گناهانش باقی بمونه. و برعکس اون، انسانی هست که از دنیا می رود اما نیکی های اون، اما کارهای خیری که انجام داده، اما قدم های نیکی که در این دنیا گذاشته، اما علمی که منتشر کرده و خیراتی که به بار گذاشته، اجر اون و ثواب اون حتی بعد از مرگ اون هم براش می مونه. و همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که یکی از چیزهایی که یا برخی از چیزهایی را نام می برد که بعد از رفتن انسان از این دنیا هم برای انسان میمونه و یکی از اونها علم ينتفع به، علمیه که از خودش بر جا گذاشته و دیگران از اون علم بهره میبرن، علم سودمند، علم مفید، علمی که درد دیگران میخوره، علمی که برای برآورده کردن مصالح دنیا و آخرت بشر مفید بوده، هم برای دنیای انسان ها مفید بوده و هم علمی که برای آخرت انسانها مفید بوده. او ولد صالح یدعو له، یا فرزند نیکی تربیت کرده، اهتمام کرده به تربیت فرزندان خودش و اونها را آنگونه که الله و رسولش میخوان تربیتشون کرده، اونها را به بار آورده، مراقبت کرده از اونها. در واقع فرزند امانتی در نزد پدر و مادر، اون پدر و مادری و والدینی که به تربیت فرزند خودشون اهمیت دادن و در واقع از این نهال مراقبت کردن و اونو آنگونه که الله و رسول میخواد تربیتش کردن، این فرزند فردا مفید میشه برای جامعه، این فرزند فردا وسیله خیر میشه برای جامعه، این فرزند فردا کلیدی برای خیر خواهد شد. و به جای اینکه سربار جامعه بشه، به جای اینکه در راه بزهکاری و خلاف و فساد و گسترش انحراف در جامعه در واقع تلاش کنه، باعث خیر و اصلاح در جامعه میشه و تمام کارهای خیری که این فرزند انجام میده در ترازوی اعمال پدر و مادر و والدینش ثبت میشه، از ثواب کارهای خیری که این داره انجام میده اونها هم بهره مند میشه. یا صدقه جاریه ای که انسان بعد از خودش بر جا میذاره، مدرسه ای درست میکنه، بیمارستانی درست میکنه، چاهی حفر میکنه برای دیگران، برای که از آب اون استفاده کنن، خیابانی آسفالت میکنه، هر کار خیری که که برای دنیای مردم یا برای دین مردم مفید باشه و اون از دنیا میره، اجر و ثواب اون کاری که انجام داده اگر نیتش در واقع الهی باشه، برای رضای الله این کارو بکنه، بعد از مرگش هم برای اون باقی میمونه. پس چه بسا انسانهایی هستن که از این دنیا میرند اما آثارشون، اما رد پای خیرشون، اما اون اقدامات نیکی که انجام دادن، اون عمران و آبادانی که در دنیا انجام دادن و اون خیراتی که از خودشون به جا گذاشتن بعد از مرگ اونها هم باقی میمونه و دیگران از اون بهره میبرن و ثواب و اجر اون تا قیام قیامت برای این شخص نوشته میشه. و خوشا به حال و خوشا به سعادت چنین اشخاصی. و سعدی علیه الرحمه، سعدی شیرازی چقدر زیبا میفرماید که سعدیا، مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. و در طول تاریخ بشری زن وقتی که ما نگاه کنیم، اشخاصی که اومدند
و مفید بودند و در واقع در جهت سعادت بشریت و پیاده کردن برنامه الهی بر روی این زمین، برنامه‌ای که الله متعال برای سعادت ما آورده، برنامه‌ای که الله متعال برای سر و سامان گرفتن دین و دنیای ما این برنامه رو برای ما توسط انبیاء خودش فرستاده. انبیاء الهی چگونه ذکر خیر و چگونه نام نیکی از آنها تا قیام قیامت، تا زمانی که این دنیا هست، از اونها بر روی زمین وجود داره. و بعد از انبیا، پیروان انبیا و تمام کسانی که جا پای انبیا و جا پای صالحان گذاشتند و برای رسوندن خیر به بشریت، برای اینکه در واقع پیام الهی رو گسترش بدن بر روی زمین، برای اینکه بشریت رو از تنگنای دنیا به فراخنای آخرت در بیارن، برای اینکه بشریت رو از ظلم و ستم و تباهی و طاغوت ها و سرکشی متکبران اونها را نجات بدن، اونها را به عدل اسلام فرا بخونن، تلاش کردن برای اصلاح جامعه، برای عمران آبادانی، برای خیر رسانی به دیگران، برای گسترش در واقع خیرات در جامعه، خوبی ها در جامعه، ارزش ها در جامعه. اونها تا قیام قیامت، تا زمانی که این دنیا هست، نام نیک اونها باقی است و مردم و بشریت از اونها به نیکی یاد می کنند. یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه کرام، اونهایی که تربیت یافته رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، در مکتب نبوی در واقع تربیت شدند. اینکه چگونه مثمر ثمر واقع شدند برای بشریت، و به ویژه خلفای راشدین، دوران طلایی خلفای راشدین، که چگونه عمران و آبادانی هم در زمینه دین دنیای مردم و هم دین مردم، ارزش‌های دینی و ایمانی چگونه رشد و ترقی پیدا کرد در میان بشر. و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونهایی که الله متعال در کتاب خودش از اونها به خوبی یاد کرده، اونها را ستوده، مهر تأیید بر اونها زده و مهر تأیید الهی بر اونها بالاترین مهر تأیید است در واقع. گرچه حالا بیماردلان و کوردلان و کینه‌توزان بخواند که از شأن یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بکاهند و بخواند که اهانت کنند به یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم و بخواند که مکانت اونها را نادیده بگیرند به دلیل مهری که بر قلب‌های این کینه‌توزان زده شده در واقع، و اونهایی که دید سیاهی نسبت به تاریخ دارند، نسبت به تاریخ این امت دارند و اون صفات بدی که در خودشون در واقع هست و اون دید سلوک بدی که خودشون دارند و میخوان نسبت بدن به بهترین انسانهای بعد از انبیا که یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن، اما مگر میشود جلوی نورافشانی خورشید رو گرفت؟ خورشید، کسی نمیتواند جلوی نورافشانی خورشیدی که در واقع نور میتاباند را بگیرد. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله متعال اونها را ستوده و رسولش صلی الله علیه و سلم اونها را مورد مدح و ستایش قرار داده. اونها هم نام نیکی از خودشان و اثر خوبی از خودشان به جایی گذاشتند که تا الان مؤمنان و مسلمانان از اونها به خوبی یاد میکنند و اونها الگوهای ما هستند. همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید: خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بهترین قرن و بهترین زمانه این زمانیه که من در اون قرار دارم، و بعد از اون کسانی که بعد از اونها میان، بعد از صحابه یعنی تابعین، ثم الذين يلونهم، بعد از اونها تبع تابعین، دوران طلایی این امت در واقع. پس اونهایی که ذکر خیری از خودشان عزیزان بیننده به جا گذاشتن و باعث مایه خیرات برای بشریت بودن، همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: من الناس، ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. از میان مردمان کسانی هستند که الله متعال اونها را کلید خیر و کلید خوبی قرار داده
و هر جا که میرن باعث خیر میشن، هر جا که میرن مایه خیر و سبب خیر برای دیگران میشن، برای جامعه میشن، برای اطرافیان خودشون میشن و کلید شر هستن. هر جا که میرن با شر مبارزه میکنن، با بدی ها مبارزه میکنن، با بی‌عدالتی و ظلم و ستم و تبعیض در واقع مبارزه میکنن و انسان هایی هستن که تنها برای خودشون زندگی نمی کنند و این تصور رو ندارن که حالا من خودم نجات پیدا کردم کافیه، همین که من خودم رو نجات بدم و گلیم خودم از آب بکشم بیرون و خودم آدم خوبی هستم، آدم دینداری هستم، این کافیه. بلکه برعکس، دید اهل ایمان این دید نیست و آموزه های دینی ما در واقع ما رو این گونه بار نمیارن یا ما رو به این فرا نخوندن، ما رو به عزلت گزیدن و به کنارگیری از دنیا فرا نخوندن. این که ما دنیا رو رها کنیم، این که ما جامعه رو رها کنیم، این که ما خانواده حالا و اطراف خودمون و منطقه خودمون و محله خودمون رو رها کنیم به امان خدا و بگیم که حالا همین که من خودم مؤمنم و نماز میخونم و انسان خوبیم و عبادت میکنم و این دیگه کافیه، حالا دیگران به من چه؟ این دید مؤمن نیست. چرا که فسادی که در جامعه گسترش داره، انحرافی که در جامعه به وجود میاد، اگر انسان مؤمن برای از بین بردن اون تلاش نکنه، برای اصلاح و برای خیر رسانی تلاش نکنه، در واقع دود اون به چشم خودش هم میره، دود اون به اثرات این فساد و این انحراف حتی به خودش، به فرزندانش، به خانوادهش خواهد رسید. و همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید که جامعه اسلامی به مانند اون کشتی یا کشتی دو طبقه هست که یک طبقه پایینن یک طبقه بالان. پایینی ها که با آب احتیاج پیدا میکنن میگن که حالا ما خودمون رو زحمت نمیدیم بریم بالا و از همینجا سوراخ میکنیم، سوراخ ایجاد میکنیم، از اینجا آب واسه خودمون برمیداریم، بالایی هم کاری به کار این پایینیا نداشته باشن. این جامعه رو به فساد و تباهی خواهد کشان. برای اینه که میبینیم مؤمنان قوم موسی در مقابل فساد در واقع قارون ساکت ننشستن و این تصور رو نداشتن که حالا قارون خودش داره فساد میکنه، تباهی میکنه، به ما چه؟ ما که الحمدلله اهل ایمانیم، خداوند به ما هدایت داده، به ما ایمانو داده، ما اهل دینیم، ما دینداریم، پس همین کافیه. ما را چه که قارون چه کار میکنه یا ما را چه که فرعون داره چه کار میکنه؟ و هرگاه که دید جامعه زن بیننده این گونه باشد، اگر بلایی بیاد، اگر مصیبتی بیاد، دیگه همه رو در بر میگیره، تر و خشک را با هم میسوزونه. حتی اون اهل اصلاح، حتی اون دینداران، حتی اون آدمای خوبی که تو این جامعه دارن زندگی میکنن، اگر با بی‌تفاوتی زندگی کنن، اگر کاری به کار به قول خودشون این که حالا برای این که ما یا خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، همه دارن حالا جامعه داره یه راهی رو میره، ما چرا دنبال دردسر برای خودمون باشیم؟ اینجوری فکر بکنه، چرا دنبال دردسر برای خودمون باشیم؟ بذار زندگی خودمون رو بکنیم، همه دارن زندگی میکنن، بذار ما زندگی خودمون رو بکنیم. و چه مقوله معروفی داره انسان بیننده، یکی از اندیشمندان اسلامی، که ایشون میگه که برخی ها دارن برای بهبود شرایط بردگی زندگی میکنن و برخی ها برای آزادگی و آزاد بودن تلاش میکنن. و دین ما هم اومده و آموزه های دین ما که انسان رو در واقع آزاده بار بیاره، به انسان عزت و کرامتی که الله متعال به آدمی بخشیده، اون عزت و کرامت آدمی داشته باشه. و اون مقوله معروف عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه که فرمودن و مت استعبدتم الناس و قد ولدتهم امهاتهم احرارا، از کی تا به حالا مردم رو به بردگی گرفتید، به بندگی گرفتید، در حالی که مادران اونها رو آزاد به دنیا آوردن، سرکشان و متکبران و مستبدان و قدرت طلبان و اونهایی که شهوت قدرت دارن و شهوت سلطه طلبی دارن و شهوت منصب دارن، اونها
انسان ها رو گل به روی شما مثل گله گوسفندان فرض می کنند که هر جایی که افسار اونها را گرفتن اونها را کشوندن اونها باید برن. و اینکه انسان ها فقط اومدن به عنوان ابزاری هستن که باید در خدمت اونها باشن و منافع و مصالح اونها رو برآورده کنن و اونها خودشون رو ژن برتر و مافوق سایر بشریت میدونن. و اگر هم کسی بخواهد از حق انسانی خودش، از کرامت خودش، از اون مقام و منزلتی که الله متعال به بشر داده، به انسان داده و فرموده و لقد کرمنا بنی آدم، ما به فرزند آدم کرامت و منزلت و شخصیت و عزت دادیم، اگر بخواد از این کرامت خودش دفاع کنه، اینها در واقع نمیتونن تحمل کنن. چرا که میخواهند دیگران برده و غلام اونها باشن، چرا که میخواهند یک عده چاپلوس زور اونها جمع بشند و چاکرم و نوکرم به اونها بگن. و انسانها حق این رو نداشته باشند که بخواهند از کرامت خودشون دفاع کنند در واقع. پس اونهایی که نام نیکی انسان بیننده از خودشون به جا میذارند و قدرت که در اختیار اونها قرار میگیره، که این امانت هست، اون قدرت و منصب و زمامداری که در اختیار این نفر قرار میگیره، این امانت از طرف خداوند متعال. و چگونه وقتی ما زندگی سلف و عزیزان بیننده بررسی میکنیم، سلف ما، بزرگان این دین، صحابه، تابعین، تابعین، چگونه از منصب و قدرت و مقام و صندلی فراری بودن، اصلا به شدت تا میتونستن از قدرت، از مقام، از منصب فرار میکردن. چرا که مسئولیت بسیار سنگینی هست و شوخی نیست. و یکی از کسانی که الله متعال در روز قیامت جزو هفت گروهی اونها رو قرار میده، در روزی که آفتاب سوزان هست، صحرای محشر، و همه غرق در عرقهای خودشون میشن، الله متعال اونو میاره و زیر سایه رحمت خودش اونو قرار میده، امام عادل، پیشوایی که عدالت پیشه میکنه، پیشوایی که به ملت خودش، به رعیت خودش شخصیت میبخشه، عزت میده به اونها، اونها رو واقعا بشر حساب میکنه، انسانهایی که حق دارن در این مملکت، در آب و گل این مملکت، در منابع این مملکت، در ذخایر این مملکت، در ثروت‌هایی که این مملکت و این کشور داره، اونها حق دارن و باید شخصیت اونها محفوظ باشه، باید عزت اونها محفوظ باشه، باید شرافت اونها و کرامت اونها پاس داشته بشه. نه اینکه طرف زمامداری رو و قدرت رو به عنوان وسیله‌ای برای چپاول اموال دیگران از اون استفاده کنه، برای اینکه تو سر دیگران بزنه، برای اینکه دیگران رو خردشون بکنه، برای اینکه تحقیرشون بکنه، برای اینکه انسانی که الله متعال به اون کرامت داده و به اون شخصیت داده رو خار و ذلیلش کنه. و اگر هم بخواد از حق خودش دفاع بکنه، اگر هم بخواد در مورد ظلمی که در اون جامعه جریان داره و ستمی که جریان داره و حق کشی که جریان داره و دزدی و اختلاف و فسادی که جریان داره حرفی بزنه و بخواد از حق خودش دفاع بکنه، در جا با بدترین شیوه با اون برخورد بشه و یک عده، یک اقلیت اندک سرنوشت کشور رو به دست بگیرن و خودشون رو ژن برتر بدونن و خودشون رو ولی نعمت و همه کاری کشور بدونن و خودشون رو آزاد بدونن که هر آنطور که میخواهند و هر آنطور که باب طبع اوناست با مملکت، با مردم رفتار کنن و هر بلایی که میخوان به سر مملکت بیارن، در حالی که این اموال عمومی که در اختیار اونها قرار داده شده، این قدرت و منصبی که در اختیار اونها قرار داده شده، این امانت است.
و عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وقتی سیرت ایشون رو بررسی میکنه میزان بیننده، عمر رضی الله تعالی عنه میگه اگر گوسفندی، اگر حیوانی یا اسبی در دورترین نقطه از قلمروی خلافت من پاش توی یه گودالی فرو بره و بیفته، من عمر رضی الله تعالی عنه من خودم رو مسئول میدونم که چرا راه ها رو هموار نکردم، چرا راه ها رو درست نکردم که این حیوان تو اون گودال افتاده و آسیب دیده. اما تو کشور ما نگاه کنیم تصادفات جاده‌ای سالانه چقدر قربانی و کشته میده، آمارش خیلی وحشتناک است ایسان بیننده، خیلی وحشتناکه. سالانه هزاران نفر دارن کشته میشن در تصادفات رانندگی، در تصادفات جاده‌ای، اون هم به دلیل راه‌هایی که استاندارد نیستن، نه جاده‌ها جاده‌هایی که استانداردهای بین‌المللی در اونها رعایت شده، نه ماشین‌هایی که در واقع حالا افتخار میشه که صنایع داخلی هست و ما خودمون درست کردیم استانداردهای لازمو داره که ایمنی را برای مردم به بار بیاره، اون ماشین‌ها هم استانداردش رعایت نشده. چرا این گونه هست؟ چون در کشور ما متاسفانه اصلا جون آدمیزاد ارزشی نداره. یعنی اونهایی که بالا دست نشستن سردمداره ما اصلا آدم بمیره یا کشتن آدمها براشون اصلا ککشون هم نمیگذه، خیلی راحت هست. مگر همینها نیستن که با اموال ملت ایران، با سرمایه های ملی که باید صرف آبادانی کشور بشه و صرف ساختن کشور بشه و صرف در واقع عمران آبادانی بشه، که یک ایرانی برای لقمنانی لازم نباشه خاری و ذلت بکشه، تن به هر ذلتی بده و تن به هر خاری بده برای لقمنانی یا آواره جاهای دیگه باشه، اون هم در کشوری که بالاترین ثروت دنیا رو داره، یعنی از نظر منابع و ذخایر و ثروت تو دنیا اول هست. ما کشورهایی داریم که اصلا ذخایر داخلی ندارن، اما چگونه جلو افتادن از نظر صنعت و تکنیک و پیشرفت و به چه سطحی از رفاه تونستن خودشونو برسونند؟ اما کشور ثروتمندی مانند کشور ما مردمش باید در فقر و فلاکت و خاری زندگی کنند و ثروت‌های میلیاردی که اینو میگفتم از آن بیننده که جون آدمیزاد چگونه در واقع در کشور، این کشور اهمیت نداره، و اون اقلیتی که با دید فرقه‌گرایی و با دید بگیم تعصبی که دارند و کینه‌توزی که دارند چگونه با ثروت‌های ملی و ثروت‌های کلان کشور اینها می‌فرستن به کشورهای دیگر برای قتل کشتار مردم، برای کشتن امت اسلامی، برای نسل کشی. در عراق نزدیک به 2.5 میلیون انسان رو کشتن، اونجا اهل سنت و جماعت رو، به دلیل اون دید فرقی گرایی و به دلیل اون کینه توزی که در وجود اینها هست و فکر تکفیری که اینها دارند و اموال رو دارند در واقع چی بگیم به هدر میدن برای انسان کشی، برای قتل و کشتار، برای تخریب، بلایی که به سر عراق اومده. سوریه رو نگاه کنیم به چه وضعی اونو دچار کردن، که همدست شدن با بشار اسد مستبد ملحد و این خونخواری که به ملت خودش کوچکترین رحمی نداره، که میخواد با ایستادن بر روی اجساد مردم خودش حکومت کنه، یعنی حاضر برای حفظ کرسی خودش کل ملتش رو به کشتن بده، کشورش رو ویران کنه و هر جنایتی رو مرتکب بشه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کنه
برای کشتن ملتش، اما قدرت خودش و اون کرسی و صندلی خودش رو داشته باشه. و اموال میلیاردی که از کشور ما داره اونجا برای حفظ تاج و تخت بشار اسد مستبد خرج میشه و برای قتل عام و کشتن مردم سوریه، بشکه های مواد منفجری که میفته رو سر مردم، بمباران هایی که روزانه ادامه داره به بدترین وجه، الان ادلب رو نگاه کنیم چجوری داره بمباران میشه، کودک، زن، پیر، به هیچ که رحم نمیشه. این اموالی که باید، چرا که متاسفانه این دید فرقه‌گرایی و این دید تکفیری که در اینها دارن فقط برای تخریب و برای آدم کشی و برای ایجاد فساد و برای ایجاد ویرانی و برای ترور، و اگر یکی بهشون بگه بالا چش شما ابرو، بخواد از حق خودش دفاع کنه، در جا برنامه ترور میریزن، میخوان صدای حق رو خاموش کنن، مسلحان و دعوتگران و علما و اندیشمندان و دیگر اندیشان رو ترورشون کنن، برای اینکه به اون در مقابل ظلم اونها و ستم اونها و فساد اونها در واقع وایستادن، یا میخوان سخن حق بگن، یا میخوان از صحابه، از امهات المؤمنین دفاع کنن، از عقیده اهل بیت دفاع کنن، حتی اگر شیعه باشه، و بخواد به اونها بگه که آقا این مسیری که شما میرید سرانجامی نداره، این مسیر، این تاریخ ثابت کرده که این مسیر و این رویه راه به جایی نخواهد برد. اما کو گوش شنوا؟ همون غروری که فرعون رو در بر گرفته بود و همون غرور و تکبری که قارون رو در بر گرفته بود، که هرچه مسلحان و هرچه خیرخواهان و هرچه اهل ایمان در واقع اونها رو نصیحت میکردن و دعوتشون میکردن به این که آقا این راهی که شما میرید سرانجام خوبی نداره، این جامعه را به سوی تباهی خواهد برد، این حتی برای خود شما هم عاقبت خوبی نخواهد داشت، اما غرور قدرت و شهوت قدرت و منصب که در وجود اونها در واقع ریشه دوانده، مستبدان اینجوری هستند، صدای حق رو نمیشنوند، گوشهای خودشون رو از شنیدن صدای حق در واقع میبندند و چشمهای خودشون رو از دیدن حقایق و واقعیتهایی که در جامعه و در دنیا وجود داره میبندند. کر و کور میشند یا خودشونو به کری و کوری میزنند. پس و رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر جالب میفرماید صلی الله علیه و سلم که خیار و ائمتکم الذین تحبونکم و یحبونکم، بهترین پیشوایان شما اونهایی هستند که شما اونها را دوست دارید و اونها شما رو دوست داره. پیشوایی که به ملت خودش بها میده، به مردم خودش بها میده، به اونها شخصیت میده، به اونها کرامت میده و اونها رو مانند فرزندان خودش حساب میکنه و خودش رو به مانند پدر اونها میدونه. چطور پدر اهتمام داره به فرزنداش؟ چطور پدر به آب و آتش میزنه تا وسیله رفاه فرزندانش رو فراهم کنه؟ چطور پدر خودش رو به هر دری میزنه برای اینکه فرزندش خوشبخت بشه؟ چه بسا خودش رو هم محروم کنه؟ چه بسا خودش رو از خیلی خوشیهای دنیا و ملذات دنیا، خودش رو پدر محروم کنه برای اینکه فرزندانش راحت زندگی کنه و برای سعادت فرزندانش از خودش مایه میذاره. و انسان‌های وارسته زن بنده این گونه بودن. ما زندگی خلفای راشدین رو بررسی کنیم، ابوبکر رضی الله تعالی عنه، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، عثمان رضی الله تعالی عنه، علی مرتضی رضی الله تعالی عنه مجمع،
زمانی که زمامداری رو در واقع و خلافت رو داشتن خودشون بدترین شرایط رو تحمل میکردن، اما اهتمام داشتن به رعیت خودشون، به مردم خودشون، مایه میذاشتن برای رفاه جامعه، برای خیر رسانی به مردم، برای اینکه مردمشون با کرامت زندگی کنن، حتی اگر غیر مسلمان در کشور اونها در واقع در خلافت اسلامی بود، به گواهی خود غربی ها و اروپایی ها بهترین دورانی که مسیحی ها داشتن زمانی بوده که در زیر پرچم حکومت اسلامی بودن. و اینکه چگونه با عدالت با اونها رفتار می شده و اینکه کوچکترین ظلمی به اونها نمی شده. یهودی از علی رضی الله تعالی عنه که خلیفه هست در زمان خلافت شکایت می کنه و قاضی که در واقع در خلافت علی رضی الله تعالی عنه قاضی هست، هیچ تمایزی، هیچ فرقی میان علی رضی الله عنه و یهودی اصلا قائل نمیشه. براش مهم نیست که این خلیفه مسلمینه و این یک شخص عادی یهودی هست، مسلمان نیست. نه، حق باید در حق همه اجرا بشه، به کسی نباید ظلم بشه، گرچه یهودی باشه، مسیحی باشه، غیر مسلمان باشه، کافر و مشرک باشه. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا. دشمنی شما با یک قومی یا اختلاف شما با یک قومی نباید باعث بشه که به اونها ظلم بکنید، نباید باعث بشه که حق اونها را بخورید، نباید باعث بشه که عدالت رو در مورد اونها اجرا نکنید. اما در کشور ما طرف فقط به خاطر این که به جرم سنی بودن که اهل سنت و جماعت هست، یا به جرم این که دگر اندیش هست، حق زندگی نداره، حق نفس کشیدن نداره، حق این که از خود حق خودش دفاع کنه رو نداره، حق این که بگه آقا حق منو بدید. اون بلوچی که تو بلوچستان هست و در بدترین شرایط داره زندگی میکنه، در کپر دارن زندگی میکنن، در خیلی مناطق بلوچستان بدترین شرایط معیشتی رو دارن. اگر بخواد از حق خودش دفاع بکنه و اینکه آقا من هم انسانم، من هم شهروند این کشورم، یا اون کردی که در کردستان در بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی داره زندگی میکنه و مجبوره برای لقمنانی کولبری کنه، طرف فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته، لیسانس گرفته از دانشگاه، چند سال از عمر خودش رو در واقع تلف کرده، رفته تحصیلات عالیه داره، مدرک دانشگاهی داره، استعداد داره، پتانسیل داره، اما از روی فقر مجبوره، اینکه کار بهش داده نمیشه، مجبوره بره کولبری کنه. آیا کشوری که روی گنج خوابیده حق مردم اون اینه که کولبری کنند؟ این هست شخصیت دادن به انسانها، این هست عزت اسلامی که شعارشو میدن، این هست حمایت از مستضعفان، این هست رسیدگی به حقوق مستضعفان، این هست عدالت علوی که مردم و مملکت باید به همچی مرحله ای برسند. و تسلون علیهم و یسلون علیکم. بهترین پیشوایان شما، شما برایشون دعای خیر میکنید، اونا هم برای شما دعای خیر میکنند. و چه خوشا به سعادت اون زمامدارانی که ملت هایشون دعای خیر برای اونها میکنند. و در تاریخ معاصر زنی بیننده یکی از اون نمونه ها شیخ زاید الله یرحمه، ایشون که مؤسس کشور امارات متحده عربی هست، زمامدار و پیشوایی که میاد و هم مغمش کشور و مردمشه. و تصورش اینه، کشوری که روی نفت خوابیده، این همه نفت داره و ثروت داره، نباید مردمش در فقر زندگی کنن، باید به مرحله‌ای برسی که مردم در رفاه و با عزت و با شخصیت و با شرافت زندگی کنن. زیبنده نیست کشوری که ثروت داره مردم اون در خاری و ذلت زندگی کنن. و ایشون از هر تلاشی برای اینکه ملتش به رفاه برسن، برای اینکه ملتش با عزت زندگی کنه،
برای اینکه ملتش حاضر نباشند از روی فقر هزاران ذلت و خاری رو بپذیرن، کلیه فروشی کنن، گورخوابی کنن، علیاذ بالله تن به خیلی از اعمالی بدن که زیبنده نیست، برای اینکه لقمنانی داشته باشن، برای اینکه فرزندانشون از گرسنگی نمیرن. و تا الان کشور امارات برای این شخص ملت دعای خیر میکنه. برای کسی که در طبق یعنی تمام تلاش و کوششش برای این بود که ملتش با عزت زندگی کنه. و طبیعی است که چنین ملتی قدردان چنین حاکم و زمامداری خواهند بود. تا الان براش دعای خیر میکنند و اونو به عنوان زاید الخیر و زاید العطا میشناسند، زایدی که سراسرش خیرات بود برای کشور و بخشش بود، نه تنها برای امارات، خیراتش برای کشورهای دیگه هم میرسید، اونم بدون ادعا، نه اینکه شعار بده که آقا من فلان میکنم و من بهمان میکنم و من دنیا و آخرت شما رو آباد میکنم و من فلان، بدون شعار دادن. حتی خودش این یعنی مقوله معروفه و داره که میگه شعار نده قبل از اینکه کاری انجام ندادی، بلکه بیا کار برای مردم انجام بده، خدمت به مملکت بکن، به مردم خودت خدمت بکن، مردم آثار خدمات شما را میبینند. و مردم که نادان نیستن، مردم نباید مردم یک کشور رو علیاذ بالله احمق فرض کرد که نمیبینن، نمیشنون چه داره در اون کشور میشه، چه داره میگذره، چه داره بر سر اونها میاد. شما بیا خدمت بکن، شما بیا خیر در اون جامعه، در واقع خیر رسانی بکن به اون جامعه، عمران آبادانی بیا، خود مردم میبینن. شما کرامت اونها را حفظ بکن، شما حق اونها را به اونها بده، خود مردم خواهند دید. دیگه نیاز نیست که شعار داده بشه، شعارهای براق و فریبنده‌ای که در حد زبانی و شعار باقی میمونه. ما آب و برق رو مجانی میکنیم، ما دنیا و آخرت شما رو آباد میکنیم، ما پول نفت و سر سفره های شما میاریم و ما اینو این چنان و چنین میکنیم. شعارهایی که تو خالی هست و هیچ وقت به مرحله عمل نمیرسه. و شرار و ائمتکم الذین تبغضونهم و یبغضونکم، بدترین پیشوایان و زمامداران شما اونایی هستن که شما از اونا بدتون میاد، اونا هم از شما بدشون میاد. شما از اونها به دلیل ظلمشون و سرکشیشون و تبعیضشون و ستمی که بر شما روا میدارن و حق گوشی که در مورد شما میکنن بدتون میاد، نفرت دارید از اون زمامداران، چرا که حق شما رو به شما ندادن، چرا که شما برای اونها هیچ ارزشی ندارید، چرا که شما برای اونها هیچ قیمتی ندارید، اصلا برای شما هیچ قیمتی قائل نیستن، برای اینی که شما از اونها بدتون میاد و اونها هم از شما بدشون میاد. چون شما صوت حق رو میگید و چون از حق خودتون دفاع میکنید و اونها تکبر اونها رو در بر گرفته و یک سری چاپلوس که دور برشون هستن و منافع و مصالحی پیش اونها دارند، در واقع یک قداست کاذبی به اونها دادن و غرور و تکبری در اونها ایجاد کردن، اونها فکر میکنن که دیگه علیاذ بالله خودشون رو جای خدا می نشونن روی زمین و مانند فرعونوار در واقع زندگی میکنن و بر نمی تابن کسی اونها را نصیحت کنه، کسی نقدشون کنه، کسی بگه به اونها که آقا این راهی که شما میرید اشتباه هست، برای اینی که اونها از شما بدشون میاد و تحمل شنیدن سخن حق و تحمل دادخواهی شما رو ندارن. پس در واقع الله متعال عزیزان بیننده بعد از اون در هم آیه‌ای که در واقع این تکبر و سرکشی قارون رو برای ما به نمایش میذاره، قارونی که در دربار یک زمامدار و حاکم سرکش و مستبدم هست که خودش رو علیاذ بالله به درجه خدایی رسونده و
برای مردمش رو برده و بنده خودش تصور میکنه و هیچ حقی رو بر آنها قائل نیست و این مردمان رو به عنوان ابزارهایی که باید در جهت در واقع مصالح و مطامع اون حرکت بکنن میدونه. این غرور و سرکشی قارون رو در بر گرفت و بعد از این در آیه بعدی که ایزان بیننده هست در واقع در دنباله همین آیه خداوند اینو یادآور میشه به قارون که اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمع. آیا قارون نمیبینه که اگر تو یه قارون به مال خودت و موقعیتی که در دربار فرعون داری مینازی و تو فرعونی که به قدرت خودت مینازی و تصور اینو داری که با قدرتی که داری با حالا اون مقام و در واقع قدرتی که در اختیار تو هست و اون مال و اموالی که هست و اینکه ارتش برای خودت درست کردی، سلاح‌های پیشرفته داری و همه این کبکبه و دبدبه‌ای که داری، آیا فکر می‌کنی که مختار هستی که هر کاری دلت می‌خواد انجام بدی؟ آیا فکر می‌کنی که هر گونه فسادی بر روی زمین بکنی و هر بلایی بر سر بشر که می‌خوای بیاری می‌تونی بیاری و بر سر مردم؟ آیا فکر می‌کنی عمر تو طولانی خواهد بود؟ آیا فکر می‌کنی که در واقع دم همین دم است که می دمد؟ نه، اونهایی که قبل از تو هم بودن و قدرت داشتن و ما به قدرت خودشون مغرور شده بودن و این تکبر رو داشتن و فکر می کردن که دیگه تمام کسی جلودار اونها نیست، غره به قدرت خودشون شده بودن، به اون قداست دروغینی که بهشون داده بودن شده بودن و چشم اونها کور شده بود از دیدن حقایق، از دیدن واقعیت هایی که در جامعه و در میان مردم جریان داره، چشماشون کور شده بود، گوشاشون کر شده بود، اما خداوند اونها رو هلاک کرد. نه مقام و منصب اونها و قدرت اونها به دادشون رسید که تصور میکردن با این قدرتشون هر کاری دلشون میخواد میتونن انجام بدن و نه مال و دارایی و ثروت های اونها هم به دادشون رسید. مال و ثروت و دارایی که به جای این که در جهت اصلاح و آبادانی و عمران استفاده بشه و خیر رسانی استفاده بشه، باعث تباهی شد. در واقع باعث برای قتل و کشتار دیگران، برای ایجاد فساد و تباهی و برای ویرانی و تخریب از اون استفاده می کردن. اونها نموندن. این سنت الهی است و این سنتیه که خداوند متعال بر روی این زمین قرار داده. پس متکبران و سرکشان این تصور رو نداشته باشند که چند سباهی که به اونها مهلت داده شده خداوند از اونها غافل است. اون که والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. خداوند امر خودش رو، سنت خودش رو غالب میکنه، اما بیشتر مردم اینو نمیدونن. چه بسا مردم چون دید ظاهر بین با معادلات مادی و دنیوی زمانی که به این سرکشان و متکبران و طغیانگران نگاه میکنن و میبینن که قدرت نظامی دارند و نمیدونم مال و اموال دارند، این تصور رو بکنن که دیگه تمام اینها دیگه این قدرت اونها باقی خواهند موند و باید همه تسلیم بشند و همه در واقع برده و غلام اونها بشند، در حالی که سنت های خداوندی چیز دیگری به ما میگوید. و مکر و مکر الله والله خیر الماکرین. اونها مکر و حیله میکنن، برنامه میریزند، طرح میریزند، نقشه میکشند، الله متعال مکر میکنه و از جای اونها رو میزنه که تصورش رو نکنن، از جای سیلی به اونها خواهد زد و بلایی به سر اونها خواهد اومد که تصورش رو نکنن. اونهایی که ظالمن و ستمگرن، خداوند یک ظالمی دیگه و یک قلدری که از اونها هم قلدرتره بر اونها مسلط میکنه که به اونها رحم نمیکنه. این سنت خداوندیست.
هر کس ظلم کند تکبر خرج بدهد ظلم خواهد دید. هر چه در این دنیا بکاری همونو درو میکنی، کما تو دین و تو دان. این سنت خداوندی است. اگر خوبی کردی، اگر عدالت کردی، اگر حق مردمتو به جا آوردی، اگر به انسانها ارزش دادی، اگر به مردمت ارزش دادی، اگر به دیگران ارزش و قیمت دادی، همون گیرت میاد. اما اگر ظلم و ستم کردی، اگر حق کشی کردی، اگر بی‌عدالتی کردی، اگر مردم را به جرم عقیدهشون کشتی و ترورشون کردی و انسان کشی و مسلمان کشی به راه انداختی، باید این انسانها بدونن و این آدمها که سرانجام خوبی جلوی روی اونها نخواهد بود. از الله متعال خواهانیم که به ما خیر دنیا و آخرت رو عنایت کنه، ما رو به هر آنچه که خیر و صلاح دنیا و آخرتمون در اونه رهنمون بشه و سعادتمندی و سربلندی دنیا و آخرت را نصیب همه ما و شما بکنه. اوقات و لحظات خوب و خوشی را برای همه تون ازن بیننده آرزومندم و از حوصلتون هم ممنونم. و صلی الله و سلم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین، و الحمد لله رب العالمین.